شیاطین از چه راههایی با وسوسه انسان‌ها می‌پردازند؟ شیطان با وسایل و راه‌های گوناگونی با اقوای بنی آدم برمی‌خیزد. قرآن کریم در آیه 64 سوره اسراء به چهار بخش مهم و اصولی از این وسایل اشاره کرده و به انسان‌ها می‌گوید از چهار طرف مراقب خیش باشند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. شیطان با وسایل و راه‌های گوناگونی با اقوای بنی آدم برمی‌خیزد. قرآن کریم در آیه 64 سوره اسراء به چهار بخش مهم و اصولی از این وسایل اشاره کرده و به انسان‌ها می‌گوید از چهار طرف مراقب خیش باشند. الف، برنامه‌های تبلیغاتی. بعضی از مفسران آن را تنها به معنی نغمه‌های هوس‌انگیز موسیقی و خوانندگی تفسیر کردند. معنی وسیعی دارد که هر گونه تبلیغات گمراه کننده را که در آن از وسایل صوتی و سمعی استفاده می‌شود شامل می‌گردد. به این ترتیب نخستین برنامه شیطان استفاده از این وسایل است. این مسئله مخصوصاً در دنیای امروز که دنیای فرستنده‌های رادیویی و دنیای تبلیغات گسترده سمعی و بصری است، از هر زمان دیگری روشن‌تر و آشکارتر است. ب. استفاده از نیروی نظامی و همینطور بر برنامه نظامی شیطان در جهت اقوای انسان‌ها دلالتی است. این منحصر به عصر و زمان ما نیست که شیاطین برای یافتن منطقه های نفوذ به قدرت نظامی متوسل می شوند. همیشه بازوی نظامی یکی از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و ستمگران جهان بوده است، اما ناگهان در یک لحظه به نیروهای مسلح خود فریاد می زنند و به مناطقی که ممکن است با مقاومت سرسختانه آزادی و استقلال خیش را بازیابند گسیل می دارند. و حتی در عصر خود می‌بینیم برنامه گسیل سری که درست همان مفهوم اجلاب را دارد تنظیم کردند. به این ترتیب که پاره ای از قدرت‌های جهانخوار غرب نیروی ویژه‌ای آماده ساختند که بتوانند آن را در کوتاه‌ترین مدت در هر منطقه ای از جهان که منافع نامشروع شیطانیشان به خطر بیفتد اعزام کنند و هر جنبش حق طلبانه ای را در نطفه خفه نمایند و قبل از وصول این لشکر سری زمینه را با جاسوسان ماهر خود که در واقع لشکر پیاده اند آماده می سازند، غافل از این که خداوند به بندگان راستینش در همین آیات وعده داده است که شیطان و لشکر او هرگز بر آنها سلطان نخواهند یافت. جیم، برنامه‌های اقتصادی و ظاهراً انسانی. یکی دیگر از وسایل مؤثر نفوذ شیطان از طریق شرکت در اموال و نفوس است که عبارت است از و شارک هم فی اموال و اولاد، بر آن دلالت دارد. باز در اینجا می‌بینیم بعضی از مفسران شرکت در اموال را منحصراً به معنی ربا و شرکت در اولاد را فقط به معنی فرزندان نامشروع دانستند، در حالی که این دو کلمه معنی بسیار وسیعی دارند که همه اموال حرام، فرزندان نامشروع و غیر آن را شامل می شود. مثلا در عصر و زمان خود می بینیم که شیاطین جهانخوار مرتباً پیشنهاد سرمایه گذاری و تأسیس شرکت ها، ایجاد انواع کارخانه ها
و مراکز تولیدی در کشورهای ضعیف می کنند و زیر پوشش این شرکت ها انواع فعالیت های خطرناک و مضر را انجام می دهند. جاسوس های خود را به نام کارشناسان فنی یا مشاور اقتصادی، مهندس و تکنیسیان به این کشورها اعزام می دارند و با لطایف الهیل آخرین رمق آنها را می مکند و از رشد، نمو، استقلال اقتصادی آنها جلوگیری می کنند و نیز از طریق تأسیس مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه ها، شفاخانه ها و جهانگردی در فرزندان آنها شرکت می جویند و جمعی از آنها را به سوی خود متمایل می سازند. حتی گاهی با کمک های سخاوتمندانه از طریق بورس تحصیلی که در اختیار جوانان می گذارند آنها را به طور کامل به فرهنگ و برنامه خود جلب می کنند و در افکار آنها شریک می شوند. دال برنامه های مخرب روانی، استفاده از وعده های مغرور کننده و انواع فریب ها و نیرنگ ها یکی دیگر از برنامه های شیطان است. آنها روانشناسان و روانکاوان ماهری را برای اقفال و فریب مردم ساده دل و حتی هوشیار تربیت کردند، گاهی به نام اینکه دروازه تمدن بزرگ در چند قدمی آنهاست و یا اینکه در آینده نزدیکی در ردیف اولین کشورهای متمدن و پیشرو قرار خواهند گرفت و یا اینکه نسل آنها نسل نمونه و بی‌نظیر است که می‌تواند در پرتوی برنامه‌های آنان به اوج عظمت برسد و امثال این خیالات و پندارها آنها را سرگرم می‌سازند که همه در جمله وعدهم خلاصه می‌شود. وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.